ممنونم. تعریف کن ببینم چی ناراحتت کرده؟ نمیدونم چجوری شروع کنم داداش، ولی بالاخره باید بگم. در مورد پول شرکته؟ تعریف کن، منم نمیدونم باید چی کار کنی. نه قضیه اون نیست، یه موضوع دیگه است. باشه بگو، گوشم با توه. ببخشید. الو ملیسا؟ آقا مظفر، معذرت میخوام مزاحمتون شدم، ولی میشه بیاین اینجا؟ لطفاً بیاین پیشم، بیاین اینجا، کارتون دارم. چیزی شده؟ اینجوری پشت گوشی نمیتونم براتون تعریف کنم آقا مظفر. قضیه حله، ولی در قبالش یه چیزی میخوام، بهم زنگ بزن. آقا مظفر اگه موضوع مهمی نبود بهتون زنگ نمیزدم، لطفاً بیاین اینجا. باشه الان میام. ببخشید یه کار فوری پیش اومده، باید برم. ببینم تو چیزی میخواستی بگی بهم بگو. خب داداش، نالان چند روزه که ناراحته، میگم نکنه من یه کاری کرده باشم. میدونم که شماها گاهی درد دل میکنین. چیزی به تو نگفته؟ نه چیزی نگفته. نمیدونم که چی شده، ولی اگه بدونم هم درست نیست که به تو بگم. چرا از خودش نمیپرسی؟ شاید منتظر همین باشه. راست میگی، همین کارو میکنم. ناراحت نشو، اگه بپرسی بهت میگه که چی ناراحتش کرده. کافیه با دقت به حرفاش گوش بدی باشه، چون نالان به این احتیاج داره. خیلی خوب، ببخشید من دیگه باید برم. نه خواهش میکنم. اوه صدات، میبینم که خیلی سری زنگ زدی. ممنونم شوهر خاله، تو زندگیمو نجات دادی، به خدا خیلی مردی. هر کاری بگی باور کن برات انجام میدم. اوضاع کروغلوها خیلی خوب نیست. خبرها به گوشم رسیده، سرمایه گذار میخواد پول نقد بدین. وضعیت سختی دارین مگه نه؟ ببین من میتونم این مشکل رو حل کنم، ولی این بار دلم میخواد شریک هتل باشم. یعنی چی آقا جاوید؟ تو و بابام با هم دیگه شریک بشین؟ چرا؟ نمیشه پسر. دیوونه شدین آقا جاوید؟ من اینو چجوری به بابام بگم آخه؟ نمیشه، غیر ممکنه. خودت مخ تو به کار بنداز و راهی پیدا کن واسش. یا همه ماجرا و مدارکو برای بابا تعریف کن، فهمیدی؟ التماس میکنی، درخواست میکنی، یا با خواهر و داداشت دست به یکی میکنی و بابا تو راضی میکنین؟ خودت میدونی، وگر نمیدونی که مشکل خلق. شوهر خاله، اما این غیر ممکنه. پسرم تو روابط کاری هیچی غیر ممکن نیست. نترس، پیشنهاد جذابی برای بابات دارم. فقط کافیه اونو راضی کنی تا سهاما رو واگذار کنه. خیلی خوب، خودت خواستی گل جان. متشکرم تاکو، کافیه. آی خدا رو شکر، مادر ملیسارم عمل کردن، نتیجم خوب بوده. مظفر گفت خیلی هیجان زدم ببینم کی میان، کی با هم آشنا میشیم. گوسفند به فکر جونشه، قصاب به فکر دنبه. نگاه کن تو رو خدا. ببین گل جهان، فعلا کلی مشکل داری. مادر ملیسا و این حرفا رو بیخیال شو. بعدن در مورد عروسی، حنا بندون، بله برون و این چیزا حرف میزنی. ما اول باید مشکلات خودمون رو حل کنیم، میفهمی؟ رفعت جون، میخواستم یه چیز. زن تو کجاست؟ ها؟ ها؟ دخترمون کجاست؟ بگو. پولا رو که به باد دادی و رفت، حتما زنت هم فرار کرد رفت نه؟ نه بابا، سرش درد میکرد، الانم تو اتاق سرعت. آره جونم،
به لطف شما اون سردرد داره و معده ما هم درد گرفته. دست درد نکنه. رفعت، مگه قرار نبود پدری باشی که داد و بیداد را نمیندازه و کسی رو تحقیر نمیکنه ها؟ باز برای چی زده به سرت آخه؟ گل جهان، نمیشه. میبینی؟ نمیشه. نمیشه یه روز به اینا تو سری نزنی. گفتم دیگه توبه کردم، پشیمون شدم، ولی نه، نمیشه. باور کن که نمیشه. نگاه کن، نمیشه، به خدا نمیشه. شرکت بعد از 40 سال برای اولین بار مشکل مالی پیدا کرده. خدا این چه حرفیه رفعت؟ خدا رو شکر تا به امروز مشکل مالی نداشتیم، مگه نه؟ یه چیز زود گذره ای بابا، حلش میکنن. حلش میکنین دیگه عزیزم، مگه نه؟ بگو. یا باید بعضی از پروژه ها رو لغو کنین، یا باید یه شریک پیدا کنیم و سهمو بفروشیم. چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه. ببین تو رو خدا اینو ببین. ببین چه بچه های خلاق و باهوشی داریم که سریع راه حل پیدا میکنن. نگاه کن ببین دخترت چی میگه. داره میگه ما یه غلطی کردیم، یه کار اشتباهی کردیم، یه گندی زدیم، حالا هم باید اینجوری درستش کنیم. آفرین به تو، آفرین. ببین منو لطفاً هرس و عصبانیتتون رو سر دختر باردار من خالی نکنین. شنیدین چی گفتم؟ همه حواسشون باشه، کسی نباید نوه و دختر منو اذیت کنه، وگرنه با من طرفه. مفهوم شد؟ ای بابا، منو ببین، تو چرا مثل یه شطوری هستی که علوفش زیاد شده و داری به خودت میپیچی؟ نه به خودم نمیپیچم. چیه؟ بگو ببینم چی میخوای. بریز بیرون. به نظر میرسه برای اینکه شرکتو از این بحران نجات بدیم یه راهی هست، یعنی میتونم یه پیشنهاد بدم بهتون. اگه به گرفتن وام فکر میکنی باید بگم دیگه همچین فرصتی نداریم. نه این یه چیز دیگه میخواد بگه. بذار حرفشو بزنه، بذار ببینیم چی تو سرشه. بگو میشنویم. امروز شوهر خاله جاوید زنگ زد. خب اون مرتیکه بی خاصیت چی میگفت ها؟ اوضاع شرکت رو فهمیده و میدونه که مشکل مالی داره. خب آره، معلومه که میفهمه، چون همش دنبال سرک کشیدن توی کار شرکت ماست. کافیه یه مشکلی پیش بیاد، اون وقتی که سر کلش پیدا میشه. بله، اما بابا پیشنهاد خیلی جذابی داده به. آخه پسر جنون، به چه حقی اومده به ما پیشنهاد داده ها؟ به چه حقی؟ آخه مگه اون کیه؟ میخواد مشکلمونو حل کنه، مشکل هتل بیوگلو رو. خب راستش میخواد با همون شدید. ببند دهنتو. ای بابا ببین تو رو خدا اینو مرتیکه احمق، گوش کنین چی میگم. تا وقتی که من زنده ام این مرد نمیتونه پاشو بذاره تو شرکت من. مفهوم شد یا نه؟ ها، اگه بعد از مرگم هم بهش سهام بفروشین، تو روز آخرت یقه تک تک شما رو میگیرم و ولتون نمیکنم. در جریان باشین. مفهوم شد؟ آقا مظفر، چی شده؟ اتفاق بدی افتاده؟ آره آقا مظفر، خیلی ترسیده بودم، خیلی ترسیده. باشه من اینجام. بیا بشین اینجا. بیا بیا بگیر. تعریف کن ببینم چی شده. اون آلپرعوضی کاری کرده؟ دیگه نباید از اون بیشرف و بترسی باشه؟
من پیشتم. الان بگو مشکل چیه تا یه راهی براش پیدا کنیم. یکی از کسایی که قبلا پرستاریشو میکردم اومده بود. وقتی گفتم دیگه کار نمیکنم خیلی عصبانی شد. اونم منو تهدید کرد. حتما تو هم ترسیدی آره؟ باید از این خونه اصاب کشی کنی یا بری. دیگه نباید کسی بتونه پیدات کنه. مهم اینه که جات امن باشه. خب باید چی کار کنیم؟ یعنی منظورم اینه که یه وقت شمام تو خطر نیفتین. یه خونه پیدا میکنیم که هیچ کس نتونه پیدات کنه. خونه ای که بشه با آرامش توش زندگی کرد. آقا مظفر، چشمام خیلی پف کرده. اینطوری نمیتونم برم خونه. مامانم نباید منو اینجوری ببینه. اینجام که نمیتونم بمونم. آخه از اون مرده که اومده بود خیلی میترسم. قول میدین که مراقبم باشی؟ لطفا. خیلی خوب میمونم. تو هم فردا صبح به صابخونت زنگ بزن. منم یه خونه جدید برات پیدا میکنم. خیلی خوب بخند دیگه. بخند. آقا مظفر شما واقعی هستین؟ آخه حتی با منم خوب رفتار میکنی. چرا میگی حتی با منم؟ یعنی حتی با من دیگه. شما میدونین که من چه جور آدمی هستم. مگه تو چه جور آدمی هستی؟ من وقتی نگات میکنم یه دختر جوونو میبینم که توی زندگیش اشتباهات زیادی کرده اما لیاقت خوشبختیو داره. واقعا شما منو اینجوری میبینین؟ امیدوارم یه روزی تو هم همینطوری که من میبینمت خودتو ببینی. خواهش میکنم. آقا مظفر معذرت میخوام. من همش دارم براتون درد سر درست میکنم. معذرت میخوام. نه نباید امشب اینجا بمونم. بلند شو. تو را میرسونم خونه. نه 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 تو رو خدا نرین. آقا مظفر من ازتون معذرت میخوام ولی من واقعا میترسم اگه برین یه بلای سرم میارن. تو رو خدا نرین بمونی. باشه باشه همینجا میمونم. باشه. آقا عادل، اگه از خوراک لوبیا خوشت نیامد برات برنج بکشم؟ آقا عادل چرا انقدر ساکتی؟ نکنه ناخواسته کار اشتباهی کردم. آقا عادل. آه نه عفیزه، خیلی ممنون. به غذا میلی ندارم. نه خیر، ربطی به شما نداره. این روزا من خیلی کار دارم. یه زمان مناسبتری میبینم تو. عجب این مردی که یه چیزی شده. بذار ببینم چی میشه.
سما. سما. ای بابا. سما. عزیزم. سما. فریده. چیزی نیست. سما اینجا بود، بعد از ماها اومده بود اینجا، درست همونجا وایستاده بود. باشه باشه فریده، دیگه گذشت، گذشت دیگه. باشه، نمیخوام بگذره، فقط میخوام سما برگرده عادل. بهش بگو، بگو مادرت دلتنگت، بگو بازم بیاد، بگو سمای من دیگه نرو. میدونی برای اولین بار با هم حرف زد، برای اولین بار بود، دلم برای صداش تنگ شده بود. بهش بگو نره عادل، بهش بگو. باشه، شاید بازم بیاد. باشه، ناراحت نشو، شاید بازم بیاد. عصبانی بود، از دستم عصبانی بود، گفت نتونستی از من محافظت کنی عادل. حالا نوبت اونه. مگه میشه آدم بخواد بچهش بمیره؟ مادرایی که خودشون بچهشونو دفن کردن، فقط اونا میدونه. کسی که به دنیا آوردی و با زحمت بزرگش کردی عادل، توی نگاه چپم بهش نکردی و با دستوی خودت دفنش کردی. آخه به این میگن زندگی؟ حال منو از مادرایی که بچهشونو از دست دادن بپرسید. اونا منو درک میکنن، ولی سما درک نکرد. اگه ناران به دنیا نمی اومد، من نمیتونستم زندگی کنم. اون درمان دردمه، اون مرهم زخمای منه. میدونی نباید چیزی از سما، اگه به فهمه دیگه ما رو نمیخواد عادل، اگه به فهمه نمیتونه زندگی کنه عادل. نالانم برای همیشه ما رو تنها میذاره عادل. هنوز نخوابیدم، راحت باش. همگی پایین سراغتو میگرفتن، نگرانت شدن. برای اینکه مزاحمت نشن گفتم یکم سرت درد میکنه. کار خوبی کردی. حال نداشتم برم پیش بقیه. هم میخواستم بخوابم، ولی صداهای تو سرم اصلا نمیذارن بخوابم. چه صداهایی تو سرته؟
امیدوارم این صداها در مورد من چیز بدی بهت نگن. بعد از آخرین دعوامون خواستم یکم افکارمونو سر و سامون بدم، برای همین ازت فاصله گرفتم. یکم فکر کردم دیدم که اون شب واقعا حق با تو بود نالان. من بی خود و بی جهت بد رفتاری کردم، واقعا ازت عذر میخوام. حالا بگو چی تو رو اینقدر ناراحت کرده؟ شاید حرف زدن حالتو بهتر کنه. خیلی احساس تنهایی میکنم صدات. نکنه من باعثش شدم ها؟ موضوع زندگی مشترکمونه. آره نه اصلا همچین چیزی نیست. انگار یه طوفان بزرگ اومده و من نمیدونم کجا پناه بگیرم. حس میکنم وسط این همه چیز بی پناه و ضعیف موندم. این یه تنهاییه که ریشهش به بچگی میرسه. این تنهایی برای من خیلی آشناست. در مورد خانوادمه. فریده خانم چیزی بهت گفته؟ نکنه اون ناراحتت کرده؟ یه چیزی هست که باید بفهمم. هنوز نتونستم بفهمم، ولی به زودی سر در میارم. خیلی خودمو از خانوادم، از خانوادم دور حس میکنم. انگار اصلا بچه اونا نبودم. انگار خیلی با اونا غریبه هستم. نمیدونم چرا اینو حس میکنم، ولی تنها چیزی که میخوام اینه که از این حس خلاص شم. درکت میکنم نالا. خب شاید من نتونم به خوبی تو بیان کنم، ولی منم همون تنهایی رو حس میکنم. شاید خانوادمون ما رو اونجا تنها گذاشته، اما ببین تو تنها نیستی. ما هم دیگر رو داریم. بابای من، مامان تو، اون آدم هایی که خیلی سخت میشه راضیشون کرد. قبول دارم هنوزم فکر میکنن ما بچه ایم و باید ازمون محافظت کنن. اینطوری براشون راحت تره. اما ما داریم بزرگ میشیم. یا بهتر بگم مجبوریم بزرگ بشیم. ما بیشتر و قوی تر از قبل به هم میچسبیم تا اونا نتونن ما را از هم جدا کنن. باشه؟ حداقل سعیمونو که میکنیم با هم دیگه. بیا عزیزم، بیا. خیلی دوست دارم. آفرین، دو قاشق دیگه مونده دیگه تمومه. باشه بده بقیهشو خودم میخورم دیگه. ممنون. فریده میخوام یه چیزی بهت بگم. باشه، ولی فعلا مخالفت نکن. اول آروم باش. ببین عزیز دلم، من میبینم که چقدر ناراحتی، چقدر شکسته شدی.
خب عزیز دل تو از دست دادی. میترسی این یکیشم از دست بدی. میدونم، منم تو همین وضعیتم. یکی جگرگوشم بود، یکی هم جگرگوشه اون. ببینم، تو هم بعضی وقتا که به نالون نگاه میکنی سما رو میبینی عادل. برای من که خیلی پیش میاد. فریده ببین، این همه سالا همه چی رو پنهون کردیم. نالان لجباز، خیلی لجباز. علاوه بر صداش اخلاقشون به مادرش رفته. ببینم، یادته تو هم اون روز با همون بودی؟ وقتی بچه بود بردیمش باغ وحش، میخواست بره پیش یه فیل، یادته؟ 3 ساعت لجبازی کرد تا به خواستش رسید. فریده، باید به نالان بگیم دیگه وقتشه. حتی از وقتی که باید میگفتیم هم گذشته. قبول کن دیگه، راهی به غیر از اینم نداریم. نالان تا جوابو پیدا نکنه دست بر نمیداره. امروز اینو تو چشماش من خوندم. اگه سکوت کنیم و بخوایم اونو از سرمون باز کنیم، دیگه هیچ وقتی بهمون اعتماد نمی کنه. الان دیگه این شک تو وجودش افتاده. بالاخره آخرش می فهمه که مادرش کیه واقعا. اون موقع واسه همیشه از دستش می دیم ورید. اما اگه خودمون بهش بگیم، شاید یه شانسی داشته باشه. راه دیگه ای برامون نمونده. مجبوریم اینو بپذیریم. مجبوریم. فردا بهش بگیم بیاد اینجا. صادقانه همه چیو بهش بگیم. این آخرین وظیفه‌مونه فریده. اینو بهش بده کاریم. دخترم بیا، واسه صحبت کردن آماده ایم. از طرف مامانت اینا بود. باید باهاشون حرف بزنم. من میرم خونه. اصلا نگران نباش عشقم. باشه، میدونم که نمیخوای توضیح بدی، برای همینم نمیخوام چیزی بپرسم، ولی موضوع هر چیزی که باشه اجازه نده تو رو ناراحت کنه. باشه عزیزم؟ باشه. فرستادی آده؟ آره فرستادم. بسیار خوب، خدا کمکمون کنه. انشالله که خیره. صبح بخیر، کجا رفته بودی؟ صبح بخیر هایری. چیزه، رفته بودم برای مامان دارو بگیرم و بیام. خب کجاست؟ داروهاشو نگرفتی؟ داروها چیزه، گفتن که داروهاش نیست، بعد از ظهر میرسه. منم گفتم بعد از ظهر میام همشونو با هم میگیرم. باشه، کار خوبی کردی. میگم پرونده داداشتو از وکیلش نگرفتی؟
وای پاک یادم رفته بودا. داداش ببخشین تو رو خدا، فراموش کرده بودم، امروز حتما بهش خبر میدم. اینجوری که نمیشه ملیحه. خیلی خوب، اصلا امروز بیا با هم دیگه بریم شرکت که خودمونو به وکیلای کروغلو معرفی کنیم که یه وقت فکر نکنن ما فراموش کردیم. به خاطر این میگم آبجی جون. ولی خب بدون پرونده که نمیشه رفتین، وکیلا اول باید یه چیز رو نگاه کنن بعد جوابمونو بدن. من پرونده رو میگیرم و بعدش با هم دیگه میریم. آره آبجی بگیر دیگه بگیر. فردا حتما با هم بریم شرکت باشه. به آقا رفعت گفتم، اونم گفت بهش بگو پرونده رو بگیره و بیاد شرکت. خب منو پیش رئیسم شرمنده نکن دیگه. تو راست میگی داداش، حق داری. خدا خیرت بده. مامانم تو خونه تنهاست، برم که بیشتر از این تنها. خیلی خوب باشه، همونطور که گفتم پرونده رو از وکیل بگیر که فردا بریم شرکت، چه پرونده باشه چه نباشه. فردا نگی آسمون اومد زمین، سیل اومد، زلزله شد که قبول نمیکنم. فهمیدی؟ باشه داداش، خب فعلا خدافظ. خوش اومدی عزیز دلم، بیا تو. خوش اومدی دخترم. صبح خیر. شنیدم دنبال جعبه میگشتی. بیا بگیر، بازش کن. با عکسم که باشه با سما اپیک اغلو آشنا شدی. Thank you.
این نامه‌ای که قبل از مرگش برات گذاشته. بخونش. نالان، وقتی این نامه رو بخونی، من خیلی وقت پیش از این دنیا رفتم، چون برای من نه درمانی هست و نه راه نجاتی. اما مامان مثل من فکر نمی کنه، نمی خواد فکر کنه که من دارم میرم. از دستش عصبانی نیستم، چون حق داره، حق داره همه جا دنبال کورسوی امیدی باشه. میدونی چیه؟ مامان مطمئنه که تو منو نجات میدی. ولی برای من اونقدر وقت نمونده که بخوام منتظر اومدنت باشم خواهرم. خواهر من؟ سما خواهر من بوده؟ به به، آقا تاج الدین صبحت بخیر. به اونایی که خبر پخش کرده بودن هایری مرده، برو بگو برگشته. از این به بعد از حسودی ترکیدیم ترکیدی، من همین دور و برام. انقدر به خودت مطمئن نباش، بی خودیم باد نکن که بد جوری پنچرت میکنم. تو تاش بتونی اون دوچرخه رو پنچر کنی بچه. حالا بی خیال، عصبی نشو. راستی چطوری؟ حالت چطوره؟ کیفت کوکه؟ راستی اینجا همه خوبن؟ مثلا مامان نالان خانم یکم مریض شده بود، حالش چطوره؟ خوبه؟ نالان خانم چطوره؟ اگه اون خوب باشه همه خوبه. ای خدا، خودت بهم صبر بده. حالا نالان خانم به تو چه ربطی داره؟ بودو برو بغل ماشینت منتظر وایسا، بودو ببینم. به به، آقا هایری صبح شریفت بخیر باشه. خوبی انشالله؟ خوبم بابا، سلامت باشی، خیلی ممنون. حال شما خوب به نظر میرسه، ولی انگار یکم قیافتون تو همه چیزه. نکنه از من ناراحتی بابا؟ راستش یکم کشش دادم، معذرت میخوام. نه پسرم، نه، ذهنم درگیر بچه هست. خب دیگه اختیاراتو دادیم بهشون، پولمونم ریختیم زیر دست و پاشون. حالا باید خودمون بگردیم دنبال پول نقد، یعنی بازم باید خودم آستینا رو بزنم بالا. زود باش دیگه، یالا بریم پسر. مصیبتیه به خدا.